تفتحهم بالا. خب پسرای گلم من یه حاضر غایب سریع انجام میدم، دستاتون الان بندازین لطفا. خب دستاتون رو بندازین دیگه بچه ها، دستاتون رو بندازین. آها پارسا امروز چرا تو همش دستت بالای من نمیدونم. دستا پایین لطفا، کسی دست بالا نکنه تا من صدا کنم. خیر آقای احمدی، بچه سری تند تند دست بیارید بالا. آقای احمدی نیست، آقای کیان احمدی، آقای اسخرنیا، مرسی. آقای احمدی هم بود، آقای اسخرنیا، آقای آرشا، آقای آرش، اسخرنیا، آرشا، آرش، مرسی. بود چقدر تون سرم گیر رفت بچه. خب ارمیا پارسا فربود، ارمیا پارسا فربود، مرسی. فقط فربود جواب داد به ما، ممنون. آقای رضا امیرعلی شجاعیان سفری شاهی، مرسی رضا، مرسی شجاعیان. سفری شاهی هم که نیست حتما. هیراد قابل برشی دست میگیری بالا. پارسا اومدین؟ خب هیراد مرسی. روحام عراقی، ابوالفضل صدرا، روحام عراقی، ابوالفضل صدرا، مرسی از هر ستاتون. آقای صدرا که گفتیم. آقای سفری شاهی نیومدن هنوز. آقای قابل، آقای محمد تاها، آقای روحام کریمی، محمد تاها مرسی، قابل مرسی، روحام کریمی نیست، تاها مرادی، مستدام، کامیار، مستدام مرسی، کامیار مرسی، رایان، بنیامین، نیکان، رایان، بنیامین، نیکان، مرسی. خب آقای روحام کریمی دستشون رو بالا نگرفتن، آقای ارمیا تقی‌پور دستش رو بالا نگرفت، آقای سفری شاهی هم دستشون رو بالا نگرفتند. بله آقای علی‌پور شما هم دیگه وارد کلاس شدین، دو زنگ اول نبودین پسرم. خب آقای تقی‌پور اصلا داخل کلاس نیستند، آقای سفری شاهی هم اصلا داخل کلاس نیستن، آقای روحام کریمی داخل کلاس هستن ولی دستشون بالا نمیاد، من نمیدونم چرا. روحام و من مجبورم اینجا غیبت بزنم. اوکی خیلی خوب آقای بچه ها، رسیدیم به درس شیرین علوممون. ببینیم اصلا چیا گفتیم. تو فصل جدیدمون در مورد خاک بود، گفتیم که از خرد شدن سنگ ها خاک به وجود میاد، خاک رنگ های مختلفی داره، جنس مختلفی داره، بعضی موقع رنگ خاک تیره هست، بعضی موقع روشن هست. خاک در گلدون ها، بچه ها گلدان ها استفاده می کردیم، خاکی بود که تمیزتر باشه، کرم نداشته باشه. خاکی که در باغچه بود مخلوطی از خاک ها بودش، هم خاک های سبک بود، هم خاک های سنگین بود، کرم داشت توش و به این صورت. و رضا جان یه آزمایش خیلی قشنگی رو برای ما انجام داد، بچه ها اومد ببینه خاک آب از چه خاکی سریع تر رد میشه. خاک رس که گل میشد و گفتیم اصلا برای گیاهان هم مناسب نیست، خاک باغچه هم که دیرتر رد شد، یعنی خیلی دیرتر، خاک رس که اصلا رد نمیکرد، و خاک ماسه خاکی بودش که آب رو سریع از خودش عبور داد. بعد گفتیم که بچه ها خاک حاصل خیز خاکی هستش که پرورش توانایی گیاهان رو در خودش داشته باشه، و گفتیم که شمال کشورمون به خاطر اینکه خاکش حاصل خیز هست، کشاورزی هم در اونجا چی میشه بچه جونم؟ بیشتر انجام میشه. خیلی خوب، حالا میریم قسمت جدید. آقای محمد تاها بچه جونم میخواد به ما بگه که چرا کشاورزان قبل از کاشتن دانه ها زمین را شخم میزنن. آقای محقق محمد تاها جان لطفاً دستتون بالا عزیزم. بچه کسی خودکار قرمز منو ندیده؟ خب پیدا شد خدا رو شکر. محقق جان پارسا سوالی داریم؟ دستت بالا. ای خدا پارسا امروز که روز تولدت شیطون بلا شدی یا
میگیم دست پایین، دست بالا میمونه. میگیم دست بالا، دست پایین میمونه. خب، آقای محمد طه جان، بیا پسر گلم. محمد طه، آقای محقق. سلام محقق کوچه. سلام. بله، منو تو بریم اون بالا؟ بریم. منو تو رفتیم اون بالا، بذار تحقیقتو بیارم پسرم. فکر میکنم این بودی چون اسم نداشت. بله، تحقیق بخون ببینم. بچه ها مورد کلمه استثنائیه. مورد می نویسیم، مورد می خوانیم. شخم زدن زمین توسط محقق کوچک محمد طه کریمی. بریم بعدی. برو بله. به بچه جایی. شخ زدن نیشی؟ چی؟ بگو بسرم. شخ زدن نیشی نه جا به جا کردن زمین. خب بچه ها اینجا الان این زمین داره به وسیله این ماشین چی میشه؟ شخم زده میشه. شخ زدن میگه یعنی چی محمد ها؟ یعنی جابجا شدن خاک. یعنی خاک رو یه جوری میکنه که جابجا میشه. بگو بسرم. عکس بعدی. چشم. وای چقدر مناظر قشنگه. عجب ماشینی. خب بگو. خاک چرا سفت میشه؟ چون که آدم ازشون زرد میشن. آها. ماشینا آبی میاد سفت میشه. یعنی بر اثر آبیاری یا حرکت روش خاکا چی میشن؟ سفت و فشرده میشن. درسته؟ اکثر. چشم. چرا سوخ میزنیم؟ به خاطر اینکه آب راحت بره. خب هوا بیر به تو گیاه بیان. خب بچه ها ببینیم، بچه ها وقتی که شخم میزنیم، خب وقتی که خاک شخم زده میشه هوا وارد خاک میشه، انگار خاک یه ذره سبکتر میشه و وقتی که میخوان آبیاری کنن آب راحتتر وارد خاک میشه. خب برم عکس بعدی. محمد تا خوبی؟ آره خوبه. خب همینجوری که سوخ میزنن علف هاش هم میریزن از به هم از به میره هم میفتن برای یا بله این علف ها. درسته. پس وقتی که شخم میزنن غیر از اینکه هوا بچه وارد خاک میشه و آبیاری اون گیاهانی که داخل این خاک ها هستن بهتر میشه، غیر از اون علف ها هم چیده میشه، علف ها هم کنده میشه. برم عکس بعدی. کرما هم که برای گیاه ها بادن هم اونا هم میمیرن. آها عکس بعدی. خب اینا زمین های بزرگ هم که از چند تراکتور رو این زمین های بزرگ باید از چند تراکتور رو سوخ بزنیم. آها زمین های بزرگ پس بعد چند تا تراکتور بیاد شخمشون بزنه. بچه ها عالی. بعدی. عکس بعدی. بعد چقدر تفاوت. خب بگو بعد من بگم. باید سوخ بزنه. تراکتور. عکس بعدی. خب بچه ها یه لحظه تا قبل از اینکه بریم عکس بعدی، بچه ها تصویر خوب نگاه کنی، خاکی که سمت راست رو نگاه کنی چقدر
انگار زنده تره. خاک سمت چپ رو نگاه کنید چقدر سفته، انگار مثل خیابون آسفالت میمونه، فقط رنگش رنگ خاکه. ببین وقتی که داره شخم میزنه با اون ماشین، این خاک سفت رو تکون میده، جا به جا میکنه، هوا واردش میشه و یه خاک سبکتری میشه. جونم محمد تا بفهمی این دوباره مورد که از این تراکتورا میشه شخ بزنی. آها بچه، اینجا مدل های مختلف تراکتورا و شخ زدن ها رو محمد تا داره بهتون نشون میده. تو قبلیه ببینین چه جوری بود، حالا توی این یکی ببینید چه شکلیه. خب عکس بعدی این که دیگه خیلی سنتیه. ماشین میشه شخ بزنی. آره بچه، زمانه قدیمتر که این ماشینا نبود با این حیوانای بیچاره این کارو میکردن. خب میرستن بهشون با تناب. عکس بعدی اینم با دست داره انجام میده، با بیلی چیزی انجام میده. بابا آمد آها. عکس بعدی مدل های مختلف شخ زدن بچه. اینم با بیله. آها این با بیله، درسته، این با بیل داره انجام میده، درسته. تموم شد دیگه، تا کجا برم من؟ عکس بعدی. ها من تا کجا برم محمد تا؟ میخوای برم تو عکس های چه میدونم مدرسه؟ خب پسرای گلم، پس محمد تاها بچه یه سوالی پرسیده صفحه 63 از ما: چرا کشاورزان قبل از کاشتن دانه زمین رو شخم میزنن؟ به خاطر این شخم میزنن که بچه وقتی اصلا شخم زدن یعنی چی؟ خاک جا به جا میشه. وقتی خاک جا به جا میشه هوا واردش میشه، خاک سبکتر میشه. وقتی دانه رو میکاریم، وقتی بهش آب میدیم، آبیاری بهتر میشه، دانه بهتر رشد میکنه، علف و چیزای هرز خاک کنده میشه و از بین میره. جانم محمد ها نگه خوش بودن رفتن زیر آب، اونم آب بهشون خورده بازم چی شده؟ اونم بازم چی؟ بازم چی؟ خیلی قطع میشه صدا. اونایی که رفته بودن زیر آب و الان میدونن جا به جا کنن. آها درسته. خب بچه ها تحقیق محمد ها عالی بود، برای خودت دست بزنم کوچک من. آفرین به پسرم، مرسی ازت محمد ها جان که این تحقیق رو به خوبی انجام دادی پسرم، ممنون. خب بریم سراغ آقای رایان ودادی که ببینیم استفاده های خاک چیه و در خانه ما چه چیزهایی از خاک ساخته شده که ما اصلا فکرشم نمی کنیم. رایان جان دستت بالا پسرم. مرسی، من اینم بیارم. خب اینا یادتون رفت بگی و ارگ بم و ارگ بم. بله حالا به ترتیب که بگی میریم جلو دیگه پسر گلم. بذار من اینو بزنم به شارژم. اوکی خب معتم امروز زدی که قرار محقق بشی و جیگولی اومدی. آره خیلی سلام بچه، من رایان ودادی هستم، میخوام براتون نوارد استفاده از خاک و ارگ بم رو براتون توضیح بدم. بله بفرمایید. بچه اول میخوام درباره اشیای ساخته شده از خاک در خانه براتون توضیح بدم. اشیایی که از این اولین اشیایی که من از چیز گرفتم براتون گذاشتم اینجا آجر هستش. آجر هم از خاک ساخته شده. درسته بچه، تمام دیوارای خانه که آجر چیدن رفته بالا همه از خاکه. ده. مرسی، برم عکس بعدی. بله چشم بفرمین. بعدی کاشی هستش، کاشی هم از خاک ساخته شده. درسته، وقتی که میرید بچه ها توی حموم، توی دستشویی، دیواراتونه که نگاه کنین، کاشی ها و سرامیک هایی که روی زمینه همه از خاک درست شده. اتفاقا اینم از حموم نمونه.
خب این چیه؟ سفال. سفال هم از خاک. درسته، سفال ها هم از خاک درست شده. بذار من خودم این سفال رو براتون بیارم اینجا. ببینید. بچه ها ببینید، ظرفای سفالی هم که ما داریم، حالا امیرحسین از خرنیام قراره بهش بپردازد، از خاک درست شده. مرسی. بعدی مهر نماز. بله. مهر نماز از خاک ساخت. از خاک درست شده. بله. آفرین. گلدان. گلدان هم توش از خاک که همین پلاستیکش هست. درست. پلاستیکش که نه. خب ما گلدان هایی داریم که بچه از خاک درست شده، سفالیه و از خاک درست شده، اونا رو منظورش هست پسرم. خب بعدی. در آخر که این اشیای ساخته شده از خاک در خانه رو میخوام بهتون بگم، چینی هستش. آفرین. وسایل چینی که تو خونه داریم، درسته؟ مثلا ما بشقابای چینی یا وسایل تزئینی چینی هم داریم که بچه ها از خاک درست شده. خب نه اینکه چینی اینجوری باشه، نه ها، یعنی که جنسش رو میگیم چینی. خب برم بعدی. بفرمایید. خشت. بچه خشت هم از خاک ساخته شد. درسته. بچه خونه های قدیمی یا الان بعضی از شهرستان ها که بری، یا پایین شهر مثلا تهران و پایین پایین ها، خونه های خیلی قدیمی به جای آجر از خشت استفاده میکردن. بگو بسرم. این هرچ هم سرم نشده. بله. خشت چجوری درست میشه؟ بفرمایید. خاک گفتن درست میشه دیگه. خاک رو، یه ذره خاک رو میریزیم توی آب، توی کاسته هم میزنیم، بعد میذاریمش رو لای نور خورشید، میشه خشت. خشت. بله. بله. چشم. بفرمایید. ولی آجر از خشت یه ذره مقاوم تره، چون آجر رو میندازن توی کوره تا بتونید داغ‌تر بشه که با طبقه زلزله و سیل بتونه محکم‌تر مقاوم‌تر نگه. آفرین. پس آجر مقاوم تر از خشته، برای همینه که الان خونه ها رو دارن با آجر درست میکنن. درسته، چون تو کوره حرارت دیده بچه ها و مقاوم تر در برابر زلزله و چی گفتی؟ سیل. سیل. بله. مرسی. نکته های خوبی رو گفتی پسرم. خب بگو اینجا کجاست. ارگبم. اینجا ارگ بمه، ولی نمیدونم فقط اینجا شده ارگش اومده. اشکال نداره، احتمالا اون پایین افتاده، الان اینجا نشون نمیده. خب ارگ بم. بله اینجا ارگ. چی شدی؟ یا خدا. بگو. بله اینجا ارگ بم، بزرگترین شهر خشتی جهان. به به. بچه ها ببینید ما چه چیزایی تو کشورمون داریم، بسیار آثار تاریخی ارزشمندی داریم. کرمانه که در کشور. آفرین. که در کشور ما هستش و بچه ها خیلی خوبه که حالا ایشالله این کرونا بره، بچه ها خیلی خوبه ما تو کشور خودمون بریم جاهای دیدنیمون رو حتما ببینیم. خب بگو پسرم. بله سوید بردی. خب پس بچه ها اول سب کن بگم، پس ما اگر بهمون گفتن یه بنای تاریخی بگو در کشورت که از خاک درست شده، میگیم ارگ بم. باشه برو بریم. پادگان. بیشتر تقریبا 150 سال پیش خب از ارگ بم به عنوان پادگان استفاده میگردن. پادگان جایی که سربازا میرن توش کشیک میدن، سربازی میدن، بیرونش کشیک میدن، سربازی. درسته. اسلام. آفرین، بسیار هم عالی. اطرافش هم خندن. ارگ بم 4 قسمت در دور خودش داره. یکی خانه ها که میشه بالا روبروی ما میشه، یکی زمین های کشاورزی،
یکی باغ‌ها بله و یکی هم رودخانه. رودخانه درسته؟ پس اینا اطراف ارگبمه؟ بله، اینجا نشه ارگبم شکلی مربعی شکلی کنه. درسته، بله. خود ارگبم، خود پادشاهی ارگبم. بله، خنده. خنده جایی که وقتی سربازان دشمن رو میخواستن حمله کننده ارگبم، اینجا خندقا بودش و میافتادن تو خندقا و از تو قلعه بهشون شلی. آها، پس یعنی دشمن ها می افتادن تو این خندقا؟ بله، دشمن ها می افتادن تو این خندقا. خندقا، خب بسیار هم عالی. بر جاهای دیدبانی، جاهای برج‌های دیدبانی. بخش نداره یه پشتی اشکال نداره از با خب در بعد دردی اینجا ببخشی اینجا رو خواستم بگم قاطی کردم. خب اینجا برج های دیدبان. برج های دیدبان این جایی که می‌رفتن بالاش می‌دیدن که دشمن می‌خواد حمله کنه. وقتی هم که دشمن می‌خواد حمله کنه از اونجا می‌دیدن که خودشون خبردار بشن، به کل قلعه خبردار بدن و خلاصه همشون خبردار بشن. آها، خبر می‌دادن تو اون برج‌ها بلندتر از جاهای دیگه بود، می‌ایستادن سربازها و خبر می‌دادن حالا اگه می‌خواد دشمن حمله کنه یا کلا مواظب ارگشون بودن. مرسی پسرم. برام بعدی؟ بله. دروازه ارگبم. ارگبم یه دروازه داشته که توش میتونستن از توش وارد بشن. یه دروازه داشتش که میتونستن برن وارد توی اون دروازه که بتونن وارد ارگبم بشن. خانه ها. خانه ها به سه گروه تقسیم میشدن. یکی خانه هایی که برای آدم های خیلی خیلی فقیر بود، دوتا اتاق داشت. یکی برای خانواده هایی که یه ذره حال وضعشون بهتر بود، سه حالا نمیدونم 6-5 خانه داشت. یکی هم که مال مردم خیلی خیلی پولدار بود که 13 تا اتاق داشت. ماشاءالله. خب ولی بعد خانه های تم نشده بعد داشت تم نشده بعد خانه های آدم های فقیر هم به خانه های دوباره آدم های فقیر هم راه داشته. آها، درسته. پس بچه خانه هایی که اطراف همین ارگبم بود که پسر گلم گفت سه مدل بوده. یکی خانه هایی که برای افراد فقیر بوده و اینا هم از روی تعداد اتاقاشون بوده، مثلا دوتا اتاق داشته. کسی که یه ذره وضعشون بهتر بوده حالا 3-4 اتاق داشته. کسی که وضعشون دیگه خیلی خوب بوده 13 تا اتاق داشته. بسیار هم عالی. خب زلزله. تو 200 سال پیش پنج صبح، ساعت 5 صبح سال 82، ساعت 5 صبح یعنی موقعی که همه خواب بودند، زلزله توانست در 12 دقیقه ثانیه حالا اینا ارگبم رو قشنگ بتره کنه. درسته بچه. زلزله خیلی بدی سال 82 اومد که خیلی از خیلی آسیب زد به شهر بم. خب بذاری لسان بعدی تو جالب تراش رو بگم. بفرمایی. وای، ارگبم قبلا اون عکس بالایی بوده بعد شده عکس پایین. یعنی بعد از زلزله شده اون پایینیه؟ بله، اون کسایی که تونستن از زیر خاک کشیدن بیرون اونا جون سالم به در بردن ولی بقیهشون دیگه. بچه ها چقدر واقعا حیف. و این جالب ترینش
بفهمید. وقتی تازه ارگ بم خراب شد 69 تا اسکلت از تو دیواراش ریخت بیرون. که اونجا بذارید میکنن که مثلا دشمن اومدن حمله کنن دیدن که اون اسکلت ها افتادن اون تو بعد گذاشتنشون زیر دیوار. عجب. بعد از 14 سال تونستن دوباره ارگ بم رو داسازی کنند و اینکه مردم برن ببینن. آفرین آفرین، چقدر خوب که بچه ها بازگشایی شد، بازسازی شد. میگن که هیچی یادم برخش دو هیچی برخش اوکی. بعد بسید ارگران هم یکی از شهرهای خشتی جهان بود. میگن دومی شهر خشتی جهان بود. اون اولی شهر اگه بند خیلی اولی شهر خشتی جهان بود، این دومی شهر خشتی جهانه. بخاطر همین بهش میگن خواهر کوچیکه ارگ بند. آه چه جالب، خواهر کوچیکه، خواهر کوچیکه ارگ بند. آفرین، خیلی خوب. با تشکر از توجه شما. مرسی رایان، برای رایان دست بزنید، بسیار عالی بودی رایان جان. رایان بچه ها در مورد بیشتر این صحبت کردیم که چه چیزایی تو خونه از خاک درست شد، چیزایی که شاید مثلا فکرشو نکنیم. سرامیک مثلا براتون بگم، کاشی ها، وسایلی که تو خونه داریم چینی هستش، خیلی هاشون از خاک درست شده و ارگ بم رو گفتن، کامل توضیح دادن در مورد ارگ بم که بزرگترین بنای تاریخی کشور ما هست که از خاک درست شده. مرسی رایان جان، عالی بودی پسرم، ممنونم ازت، تحقیق ها بسیار عالی هستش. خب آقای اسقرنیا بیاد، آقای اسقرنیا بیا پسرم ببینم شما چی داری برامون. به به، سلام. یه لحظه صبر کن من پاورتم بیارم عزیز دلم، یه لحظه. خب آخه ما دوست داریم الان تو رو از نزدیک ببینیم، بذار یکی تو رو از نزدیک ببینیم، من بعد پاورتو باز کنم، بذار خودمم برم. بفرمایین آفرین پس. اینم رنگ مخصوص سفالگریمه. آها الان شما چرخشو داری؟ بله. یعنی تو خونه انجام دادی؟ بله. خب الان میتونی انجام بدی؟ آفرین امیر حسین، خیلی عالی امیر حسین جانم، ممنونم ازت پسرم. خب بیارم تک پاورتم؟ باشه. فقط امیر حسین اگر زحمتی نیست، من دوست دارم شما یه فیلم کوتاه، بذار من پاورت هم بیارم، یه فیلم کوتاه از کارت برای من بگیری. خب در حد این که داری میزنی و سفالگری میکنی و در این حد، باشه؟ باشه. که من بذارم تو کانال بچه هام ببینن، استفاده کنن. خب که میخوام بیشتر اون حالت گل و اینا رو ببینن که تو داری حالتش میدی. خب پسرم شروع کن عزیز دلم. ظرف خاکی
درسته، درست کردن ظرف ها با خاکه. آفرین پسر گلم. بفرمایید. آفرین. بچه همین گلدونه سفالی که ما توش خاک میکاریم، فکر نکنین کار راحتیه. ببینین الان چقدر دستاشون باید تو گل باشه، باید دقت کنن، با ظرافت انجام بدن. خب؟ اسلاید بعدی. چش. آفرین. ظرفای سفالی برای ایران شهر شوش. شهر شوش. پس قدیمی ترین بچه ظرفهای سفالی رو ما توی شهر شوش پیدا میکنیم. درسته. آفرین پسرم. چشم. بفرمایید. آفرین. چقدرم قشنگه بچه این ظرفا رو نگاه کن، اینا همه سفال علم میگه پیشرفت کرده دیگه، فقط یک رنگ گلی نمیبینیم ما، قشنگ روش رنگ میذارن. بسیار هم عالی. برم بعدی. چشم. بفرمایید. آفرین. توی پیش دبستانی ما کدوم استفاده می کردیم امیر حسین؟ مادر. آفرین. آره یادتونه؟ اینا هم هست رو میزه؟ خیلی هم عالی. پس تو فیلمت اونا هم هست، خیلی عالیه. خب؟ درسته؟ ولی نکته یه بعد سفالگری بعد دستان رو با آب و صابون حسابی بشونیم. آفرین به پسرم. امیر حسین یه لحظه سکوت، دوربینت روشنه باشه؟ اشهد ان لا اله الا الله. از ثانیا دوربین تو خاموش میکنم راحت باشی. خب اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله، هيا على الصلاة، هيا على الصلاة.
هيا على خير العمل. الله أكبر الله أكبر لا مرسی. بگو از درسته؟ چی؟ بله بله. خب بفرمی. درسته همین خاک. خاک راست با آب و وقتی کرم شده گل. آها درسته. وسایل ما نیازه سفالگری خاک، آب، چرخ سفالگری، کوره سفالگری. درسته. درسته. بچه نگاه کنین توی عکس، عکس وسط آقاییه که داره سفالگری میکنه، بعد میاد چیکار میکنه؟ ما همینجوری نمیتونم بچه یه سفالی که درست کردن با چرخ و اینا رو همینجوری بذارن، نه، باید توی کوره حتما حرارت بدن تا مقاوم بشه. عکس سمت چپ اون گوشه که همچین یه معلومه توش آتیش روشنه و کوره است، اونجا ظرفای همین سفالیشون رو گذاشتن اونجا توی کوره حرارت ببینه. خب چش. من اینجا براتون دو مدل کوره گذاشتم که ببینین. اینجا مقاله کوراشو ظرفای سفالیشو چیده. درسته. بچه‌ها کوره آجر پر. چش. بفهمید. درسته. درسته. آفری. آفرین. آفرین. درسته. پس بچه‌ها ببینید در بعضی از شهرها شغل اصلی مردم سفالگریه. شهرهایی مثل لاله‌جین همدان که معروف به شهر جهانی سفال بچه‌ها، و همچنین شهرهای دیگه مثل یزد، مثل کاشان، مثل اصفهان، اینها هم همه دارن شغلهایی به نام سفالگری که دارن پول در میارن. خب چشم. اینجا براتون دو مدل سفالگری گذاشتم که رنگ شدن خوشگل شدن. اینجا آقای داره با چپ سفالگریش سفال درست میکنه. درسته بچه ببینید. درسته بچه، یه سفالگری در یزد و کارش سمت راستیه ببینیم، وسطی سفالگری اصفهان هستش و سمت چپی آقای سفالگره که با چرخ سفالگریش در لاله‌جین همدان داره چیکار میکنه؟ سفالگری میکنه. بچه نگاه کنید چقدر این ظرفا رو با ظرافت درست کردن واقعا. خب و پر از نقشه. بفهمی اینجا یه کارگاه در لاله‌جین همدان
درسته؟ آفرین بچه ها نگاه کنید، حتی مجسمه ها رو نگاه کن. چی؟ بله بسیار زیبا و بسیار ظریف. بچه شما مجسمه ها رو نگاه کنین چقدر قشنگ ساخته شده. خب بله درسته دقیقا. آفرین پسرم. بچه نگاه کنی ظرف دیزی امیر حسین جان رو، اونم از سفالی، یعنی سفالی هستش، با سفال ساخته شده با گل رز. بعد ظرفایی که گذاشته برای غذا رو نگاه کنیم بچه ها، همشون ظرفای سفالی هستن که رنگ شدن و ما استفاده میکنیم ازش. خیلی عالی، مرسی. به به، منم همینطور امیر حسین. آفرین پسرم، بسیار عالی بودی. معلومه که خوش آمده، بسیار کامل و عالی بود، به افتخارش دست میزنیم. مرسی پسرم. حتما یه فیلم کوتاه در هنگام کار از خودت بگیر که نشستی پشت میز، کم حجم برای من امروز بفرست، من بذارم داخل کانالتون. باشه؟ باشه عزیز دلم. مرسی عزیزم. بچه جونم امیر حسینم پس در مورد صنعت سفالگری با شما صحبت کرد، بعضی از سفالها رو گفت با دسته که ما خودمون در پیش تابستانی انجام میدادیم، بعضیا با چرخه که دیگه اونا خیلی دیگه حرفه‌ای هستن، و گفتش که بعضی از شهرها شغلاشون هستش که اصلا یکی از شغلاشون سفالگریه. مرسی امیر حسین جان، ممنون عزیز دلم. خب بچه ها جونم، الان وقتتون کمه، پس میذاریم برای بعد. خواستم براتون این زمین خانه خاکی ما صفحه 24 کتاب کار رو بخونم، حالا دیگه خودتون پس بخونی، ولی بذارید نکاتش رو بگم. این بالا رو سه تا سوال اینو انجام بدید امروز به عنوان تکلیف برای من بفرستید. اصلا الان به حرف من گوش بدید، کسی دنبال کتاب نره بچه ها، کسی دنبال کتاب نره. بخش 9 زمین خانه خاکی ما. از آرام آرام خرد شدن سنگ ها خاک به وجود می آید. خاک در باغچه ها، پارک ها، کوه ها، جنگل ها، بیابان ها و غیره وجود دارد. خاک ها از نظر رنگ، جنس و موادی که در آنها وجود دارد با هم فرق دارند. گیاهان و بعضی از جانوران برای ادامه زندگی به خاک احتیاج دارند. جانورانی مانند موش کور، کرم، مورچه و غیره به خاک نیاز دارند، زیرا لانه خود را در خاک می سازند. برای ساختن خانه، تهیه ظروف سفالی و گلی، تهیه آجر، کشاورزی و مجسمه سازی از خاک استفاده می شود. خاک ها با توجه به جنسی که دارند گاهی نرم، گاهی زبر و سخت هستند. بعضی از خاک ها آب بیشتری در خود نگه می دارند که اینا همه آزمایشش هم انجام شد، مباحثش توسط پسرای گلم همه تحقیق ها ارائه شد. بچه ها سه تا سوال داره این بخش، فقط سه تا سوال این بخش رو، این سه تا رو امروز به عنوان تکلیف هست برای من انجام. فصل به پایان رسید بچه ها، من یه تیکه دیگه هم میخواستم اینجا انجام بدم که گفته بودم کنار دستتون بذارید، که منتها اینقدر تحقیقای بچه ها کامل بود اونو دیگه نرسیدیم، میذاریم برای روز چهارشنبه که بهتون اون وسایلی که گفتم بچه ها میتونید باهاش هوا رو حس بکنید کنار دستتون برای روز چهارشنبه باشه عزیزای دلم، امروز نرسیدیم.
تکلیف برای حتما همه داشته باشید. من محققای گروه بعدیم هم در اطراف ما هوا وجود دارد. فصل ده علوم رو هم مشخص کردم. تحقیق هاشون رو لطفاً اگر به صورت پاور پاورش رو بفرستن، اگر به صورت آزمایش هست، غیر از این که بچه‌ها اونایی که آزمایش انجام میدن مثل رضا، غیر از این که اینجا جلوی بچه ها اون آزمایش رو انجام میدن، یه فیلم کوتاه کم حجم برای من بفرستن که من دوباره در کانال بذارم. تکلیفاتون پسرای گلم دفتر مشق صفحه 71 و صفحه 73 هستش. صفحه 71 بچه جمله نویسی چند تا کلمه بعد بنویسی و بعد جمله نویسی هستش. صفحه 73 دیکته هست، دیکته آزاده، از هر جایی که میخواییم به پسرای گلم دیکته بگین. علومم هم که همین سه تا سواله، کتاب کار فصل 9 زمین خانه خاکی ما رو بچه ها انجام میدن. من 10 تا عبارت جمعی میفرستم، هم تفریقه هم جمعه، اونه حتما تو دفتر خوشگله برای بچه ها بکشیم و بچه ها انجام بدن. گفتم اگر لطف کنن بچه ها، یعنی لطف کنیم یک یا دو تاشو خود بچه ها بکشن که این اندازه‌گیری روی محور، چون اینو حالا محور رو باهاش کار دارن، تا کلاس ششم هفتم اینا باهاش محور کار دارن، بتونن خودشون این محور رو قشنگ با چشاشون تقسیم بندی کنن یا با خطکششون تقسیم بندی کنن، خیلی عالیه. زیرش عدداش هم بنویسم. پس دفتر مشق صفحه 71 73، علوم کتاب کار علوم بخش 9 زمین خاکی 3 تا سوال و 10 تا سوال محور میدم که داخل دفتر مشق می نویسین. مرسی عزیزای دلم. خب آقای تقی پور جانم پسرم.